سلام و درود، خوش آمدین، خوش آمدین عزیزا، ویلکم لیدیز اند جنتلمن، خوش آمدین، خوش آمدین. یک دقیقه گفتم زودتر لایف شویم، عزیزایی که حالا هستن بپیوندن، به همه تان سلام عرض میکنم. سلام 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 بر بانوان عزیز، برادران محترم. میتونین که از این پایین لینک لایفه و عزیزایی که خبر ندارن یا خوابشان برده شیر کنین برشان بفرستین. علیکم السلام، همه را خوش آمد بگیم عزیزا دیگه. انشالله که تا یک دقیقه دیگه شروع میکنیم به کتابخانی خود و بحثایی که تا فلحال داشتیم و صحبتهایی که تا فلحال انجام دادیم. انشاءالله میریم به کتابی که مطالعه کردیم. این کتاب عزیزا 62 صفحه، صفحه 62 میشه شروع میکنیم و جالبی است که 100 صفحه است، یعنی حدوداً کمتر از 40 صفحه، 38 صفحه دیگه مانده که تمامش کنیم. و بعد از اینکه تمام شوه، حالا یک ذهنم میگه اینه بیایم خلاصه‌اش رو براتون بیان بکنم در یک جلسه و فکر میکنم خیلی بهتر درکش میکنیم، چون یک کمی درکش سخت بود. حالا حتما در موردش فکر میکنیم. خب شروع میکنیم، وقت ما پوره است. سلام و درود خدمت تک تکتان و امیدوارم حالتان عالی، پرفکت، فوق‌العاده باشه. شب و وقت همتان بخیر. خوش آمد میگیم شما را به نیم ساعت مطالعه با من هر شب از اینستاگرام و همچنان بعدن این ویدیوها در اینستاگرام و بعدن در یوتیوب هم گذاشته میشه که شما اینجا لینک یوتیوب را میبینین، @ناملافائز شما سرچ کنین این کتاب ها را و این ویدیو ها را، همه شنا اونجا پیدا میکنین. رسیدیم به صفحه 62 کتاب هفت عادت فروشندگان مؤثر از نویسنده استفان آر کاوی و عنوانی که رسیدیم و بعد از اینکه در مورد هفت عادت صحبت کردیم و مطالعه کردیم، رسیدیم به عنوان پیروزی. حالا چی پیروزی این کتاب برای ما هدیه میده؟ پیروزی هم از جنبه شخصی و هم عمومی. عزیزان، رهیافت زنجیره‌ای که در این کتاب ارائه شده به شما کمک میکنه که مسیر وابستگی، عدم وابستگی، وابستگی متقابل را طی کنید. این رهیافت در مرحله اول شامل راهکارهایی برای پیروزی شخصی و سرانجام پیروزی در سطح عمومی است. مثلا چی؟ عادات 1، 2 و 3 پیروزی شخصی را برای شما برمغان می آورند. حالا شکلش هم اینجا میتونین ببینین، یک شکل بسیار خوب دارن، همچه یک شکلیست که به صورت مثلث ترسیم شده. همین چیزی که الان براتون گفته میشه اینجا در شکلم ترسیم شده. یعنی میگه که شما اگر ببینین در مرحله اول شامل راهکارهای برای پیروزی شخصی و سرانجام برای پیروزی در سطح عمومی هست. عادات 1، 2، 3 پیروزی شخصی را برای شما برمغان می آورند. پیروزی که به شما کمک می کند تا بر خود مسلط شوید و ارباب خود باشید. عادات 4، 5 و 6 شما را به پیروزی عمومی راهنمایی می کند. پیروزی که موفقیت عمومی را برای شما برمغان می آورد. تا زمانی که بر خود تسلط پیدا نکنید، نمی توانید به موفقیت عمومی برسید. این عادات خصوصیات شخصی شما را که همان اساس کارایی است گسترش می دهد. ازا عادت اگر یک تکرار بکنیم، حالا در بخش پیروزی شخصی و پیروزی عمومی چه عادات هست؟ ببینین در بخش پیروزی اینجا یک کلمه دیگرم گفت، یعنی گفت که رهیافت در این کتابی که رایه شده به شما کمک میکنه که مسیر وابستگی، عدم وابستگی و وابستگی متقابل. وابستگی و عدم وابستگی برمیگرده به پیروز بخش پیروزی شخصی.
یعنی کدام عادت ها باعث میشه که شما در پیروزی شخصی تان به اصطلاح در بخش شخصی پیروز شوین. وابستگی و عدم وابستگی هم مربوط همین دو بخش میشن. عادت اول عامل باشید، عادت دوم ذهنن از آخر شروع کنید، عادت سوم نخست به اموری نخست بپردازید. حالا در بخش پیروزی عمومی کدام عادت کمکتان میکنن؟ عادت چهارم طرز فکر برد برد داشته باشید و عادت پنجم بکشید، اول درک کنید بعدا درک شوید، و عادت ششم هم اهل همکوشی باشید و عادت هفتم هم اره را تیز کنید. درست که کلن این بخش ها را در بر میگیرن و ما این را کلن مطالعه کردیم و دیروز هم یک تمرین براتان دادیم و امیدوارم اون تمرین هم انجام داده باشین. حالا میایم عادت اول دوباره یک میخوانیم کتاب اصطلاح با بینشی یا با ذهنیتی یا با متنی یا محتوای جدید. عادت اول عامل باشید. عادت اول عامل باشید خوبی میشه عادت بینش شخصی. هر وقت فکر کنید مشکل وجود دارد، بدانید که مشکل همان فکر شماست. واو. زیرا شما به آن مشکل قدرت داده اید که شما را کنترل کند. ایره جناب استفان آرکاوی میگه، یعنی میگه اکثریت مشکلاتی که ما فکر میکنیم داریم به خاطر مشکلات فکری ماست. در حقیقت فکر ما را اگر درست بکنیم مشکل ما برطرف میشه. دیروز یک متن در صفحه فیسبوک پخش کردم، اونجا شما برین ببینین. اکثریت امراض میگن از خاطر مرضای فکری است. اکثریت امراض چی چیزها باعث میشه انسان به چی مرضهایی گرفتار شود؟ حتما جالب بود، حتما برین بخونین آخرین پست فیسبوک. عامل بودن در مقابل منفعل بودن. حالا یکی عامل داریم یکی هم واکنشی داریم یا منفعل داریم. واکنشی عامل بودن یعنی توانایی انتخاب آزادانه اعمالمان. اولین عادت فروشندگان مستقیم مؤثر عامل بودن است. عامل بودن در فروش مستقیم یعنی ابتکار عمل را در دست داشتن. اما این واژه معنی گسترده تری هم دارد، یعنی اینکه شما مسئول دستاوردهای زندگی خود هستید، یعنی اینکه شما راه خود را انتخاب میکنید، نه اینکه دیگری راه شما را مشخص کند. معنیش این است که شما باید با مسئولیت پذیری و چاره اندیشی خود اتفاقات خوب را به زندگیتان بیاورید. وقت عامل هستید میدانید که محیط اطراف شما، محیط اطراف در حقیقت شما را چه میکنه؟ کنترل نمیکنه، بلکه برعکس شما هستید که شرایط و محیط را کنترل میکنید. وقتی که عامل نیستیم یعنی منفعل هستیم، واکنشی هستیم، در کنترل شرایط و محیط هستیم، هیچ چیز دست خود ما نیست. فروشندگان مستقیم منفعل یعنی واکنشی فقط موانی و ناهمواری ها را میبینند. آنها عوامل بیرونی را مقصر میدانند و همه و هر چیز غیر از خودشان را مسئول میدانند در زندگیشان. وقتی ما عامل باشیم دیگر و یا شرایط و محیط را اصلا دیگه مقصر نمیدانیم. افراد عامل معتقدند که هر آنچه اکنون هستند و هر کاری که مجبورن انجام دهند نتیجه انتخاب خودشان است. عامل بودن به دستاوردها منجر می شود و منفعل بودن نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت. عامل بودن دستاورد به دنبال دارد، اما منفعل بودن تنها به بهانه و توجیه منجر می شود. زمانی که شما در تجارت فروش مستقیم عامل باشید می دانید که بهانه ها هیچ کمکی به شما نمی کنند و تنها نتایج است که شما را راضی می کنند. عزیزای دل، یک چیز اینجا بگویم در مورد عامل بودن. اگر شما خودتان و سازمانتان فقط و فقط همین عادت تمرین بکنین و در تیمتان در سازمانتان ترویج بکنین، به نظر من برای موفقیت در این صنعت همین کافی است. اینقدر مهم است و عادتی است که امکان نداره برین ترویجش کنین در تیمتان. تنها راه ترویجش است که خودتان کوشش کنین، شروع کنین عامل باشین. این بهترین راه ترویجش است که من در این بخش با بعضیا مصاحبه هم داشتم.
و ویدیوهاش هم در یوتیوب هست. شیوه بیان عاملانه و دایره نفوذ. حالا بیایم در این بخش براتون یک معلومات بدیم. اعضای دل، این شکل شما در نظر بگیرین، به یادتان باشه ما دو دایره داریم، یکی حوزه نفوذ دایره کوچک است، درست، یکی هم حوزه نگرانی که دایره بزرگتر است. یعنی حوزه نفوذ در داخل دایره حوزه نگرانی هاست. حالا گوش بگیرین، براتون میخوانم. پس این دو دایره را در ذهنتان مجسم بکنین. وقتی عامل باشیم، شیوه بیان عاملانه و دایره نفوذ چطور میشن؟ وقتی عامل باشیم، شیوه بیان ما تغییر میکند. حرف زدن ما، یعنی یک راه برای فهمیدن این که ما عامل هستیم یا نه، این است که به طرز صحبت کردن خودمون توجه کنیم. چطوری صحبت میکنیم؟ ما همیشه عبارت های منفعلانه میشنویم. برای مثال وقتی عضو جدید سازمان میگوید من نمیتوانم به جلسه هفتگی بروم، من نمیتوانم برنامه ریزی کنم، این معنی را میرساند که هیچ انتخابی وجود ندارد، گویی وظیفه جلسه گذاشتن باعث عملی نشدن تصمیم شده باشد. تاجستین؟ پس درست و عاقلانه تر این است که بگویم من تصمیم گرفتم به جلسه هفتگی نروم، زیرا ترجیح می دهم وقت امشبم را به پیگیری مشتری احتمالی که امروز را دیدم اختصاص دهم. شیوه بیانش، وقتی از روی آگاهی از شیوه بیان عاملانه استفاده می کنم، به خودمان یادآور می شویم که ما آزاد، مسئولیت پذیر و ارزش محور هستیم. من نمیتونم، این معنیش چیست که واقعا هیچ تصمیمی نداری، هیچ نقشی نداری در زندگیت. توجه هستی؟ محیط تو را کنترل میکنه، مگر اینکه میای عاملانه صحبت میکنی و متفاوت صحبت میکنی. و ما میتوانیم وقایع و شرایط را به دو دسته تقسیم بکنیم عزیزا. خب اول دو بخش، چیزهایی که با انتخابهایمان خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم میتوانیم روی آنها تأثیر بگذاریم. این موارد حوزه نفوذ ما هستند. خوب یادتان باشه حوزه نفوذ، این حوزه نفوذ، اوکی، یا دایره نفوذ، چیزهایی که مستقیم و غیر مستقیم رویش میتونیم تأثیر گذار باشیم. و دو، مواردی که ما هیچ گونه تأثیر روی آنها نداریم. حوزه نگرانی، وقتی عامل باشیم تمرکز ما روی نتایج است، ما روی حوزه نفوذ تمرکز میکنیم، چون تنها در این حوزه است که ما میتوانیم به نتایج برسیم یا به نتایج دست یابیم. نتایج از فقط از حوزه نفوذ به میان میاد. وقتی منفعل هستیم، یعنی واکنشی، بعد این معنی است که علاقه به نتیجه گرفتن نداریم، بلکه بیشتر علاقمند به دلیل تراشی هستیم، های دلیل میاریم. روی حوزه نگرانی تمرکز میکنیم، زیرا میتوانیم این را دلیل عدم تولید نتایج و یا دستاوردها بدانیم. وقتی روی حوزه نفوذ خود کار میکنیم، دیگر نگران این نیستیم که نمیتوانیم روی چیزهای اثر بگذاریم که در حوزه نگرانی ما قرار دارند. در عوض ما از نگرش ها، اعمال و استراتژی های اثرگذاری برای رسیدن به اهدافمون استفاده میکنیم. حالا یک مثال هم براتون بتوم عزیزا، مثالاش هم قطعا اینجا بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم. تمرین حوزه نفوذ میکنیم که در حوزه نفوذ چطور تمرین بکنیم، تمرین براتون میکنیم که کمک کنه. اما قبلش مثال دایره نفوذ، چیزهایی که فکرم، هوشم، معاشم، همسرم، زندگیم، چیزهایی که ما برای نفوذ دارم، چیزهایی که ما برای نفوذ ندارم، دولت، آب و هوا، اقتصاد، ترافیک، حالا هر چیز، حرف مردم، هر چیزی که تو برایش اثر نداری. و جالب است، شما اگر در زندگیتان بالای هر کدام یکی از زیاد تمرکز داشته باشین، او بزرگتر شده میره. خوبی تمرکز به دایره نفوذی است که وقتی شما بالای از این تمرکز میگذارین، بزرگتر شده میره، بزرگتر شده میره و دایره نگرانی رو ایستا ایستا در کنترل خود میاره. اما اگر تمرکزتان رو به دایره نگرانی بگذارین، دایره نگرانیتان چالشایتان زیاد شده میره. جالبه. پس تصمیم دست شماست. بعضی از چیزایی است که فعلا در دایره نگرانی ما شماست، اما در دایره نفوذ بعضی هاست. متوجه هستین؟ چون وا یک زمانی وام در دایره نگرانیشان بوده، از دستی که بالای دایره نفوذ خود کار کردن، حالا او را آوردن در دایره نفوذ خود. پس اگر در دایره نفوذ تمرکز بکنیم، دایره نفوذ رشد میکنه و ما پیشرفت میکنیم. حالا تمرین حوزه یا دایره نفوذ. نکته، تمرینات کاربردی میتوانند دو مزیت برای شما داشته باشند. یک، یاد میگیرید وضعیت هایی را که شما در آنها به ای کاش
یعنی حوزه نگرانی فکر میکنید، شناسایی کنید، جایی که ایکاشیا میگین بعدن. دو، یاد میگیرید روی حوزه نفوذ و این روی حوزه نفوذ تمرکز کنید. مشکل را که در تجارت شما وجود دارد و موجب دلسردی تان میشود در نظر بگیرید و آن را روی کاغذ بنویسید. همین لحظه هر چیزی که در تجارتتان یک مشکل وجود دارد که موجب دلسردی تان میشه، خسته تان میسازه، دوست نداره این دادامه بتین به خاطر همون مشکل، حالا او را روی کاغذ بنویسین. خب حالا در نظر بگیرین، حالا یک چیکار کنین؟ تمام افکار و واژگان را که در خود مضمون ای کاش دارن، اوکی، ای کاش اینطوری می بود، ای کاش اینطوری می بود، ای کاش اینطوری می شد، ای کاش اینطوری می بود، ای کاش اپلاین اینطوری، ای کاش دایرکت تایم، ای کاش، اوکی، همه و از آنها برای فرار از مسئولیت استفاده میکنید، شناسایی کنید. خب برای آنها، برای مثال ای کاش چند نفر آشنای دیگر داشتم، چند نفر دوست دیگر داشتم و با آنها صحبت میکردم، ای کاش وقتی بیشتر داشتم تا مشتریابی بکنم، ای کاش فلانی در سازمان می بود، ای کاش فلانی مشتری می بود، ای کاش فلانی، درست؟ ایره شناسایی بکنید. دو، به نظرتان اگر تحت تأثیر این جمله ها بودید عاقبت کارتان به کجا ختم می شد بالاخره؟ سه، در این وضعیت چه کاری باید انجام دهید که بتوانید روی حوزه نفوذ تمرکز کنید و این کار چه تأثیر مثبت روی تجارت شما خواهد گذاشت؟ بچه این سوال ها را فکر کنید در موردش. حالا بیاین تمرین. یک، آزمایش 30 روزه فعال بودن را امتحان کنید. 30 روزه یعنی غیر واکنشی بودن، 30 روزه عامل بودن. بیاین تصمیم بگیرین، چون عادت عزیزای دل وقت شما میایین 30 روز تمرین میکنین تبدیل میشه به عادتتان. خوبی عادتی است که میتونین ایجاد بکنین. بیاین تصمیم بگیریم از امروز برای 30 روز عامل باشیم. در این 30 روز تنها روی حوزه نفوذ کار کنید. فهرست متشکل از تعهدات کوچک در قبال تجارت خود تهیه کنید و آن را نگه دارید. خودتان جز راه حل ها باشید نه مشکلات. یعنی هر جایی که مشکل میدیدین و میخواستین غر بزنین، نق بزنین، نق نقی کنین، برین راه حل بتین. نتیجه گرا باشین، راه حل روی راه حل گرا تمرکز باشین، دنبال راه حل باشین. روی چیزهایی کار کنید که بر آنها کنترل دارید، یعنی روی خودتان کار کنید. بعد از پایان 30 روز نتایج را بررسی بکنید، بعد ببینین وای چه تغییراتی دیدین، چه رشدی داشتین. حتی چیزهایی که در موردش تمرکز ندارین صحبت هم نکنید. ما بعض وقتا، حالا این مثال هاست در وسط میگم، برنامه رسانه‌ای یکان دفعه میدونم که گفتمان هاست بالای دولت و فلان و کشورها جنگ میکنن، ایران میموندم. چه فایده هم بحث و گفت و بی‌معنی شما در اون مورد. چیزی که اثر نداری، تأثیر نداری، چرا در موردش صحبت کنی، چرا در موردش فکر کنی؟ دو، یک تجربه یا مشکل را تصور کنید که در گذشته عملکرد شما نسبت به آن واکنشی یا منفعلانه بوده است. تصور کنید که اکنون واکنش عاملانه شما نسبت به همان مشکل چگونه خواهد بود. مثلا قبلا در مورد یک چیز غر میزدی، شکایت میکردی، خودم قصر نمیدانستی، خود نقش نمیداشتی، محیط، ترافیک، آب و هوا را گناهگار میدانستی. حالا اگر برعکس بیای خودت اونجا نقش بتی، حالا چه اتفاقی میفته؟ و سپس آن را در عمل اجرا کنید. سه، به مدت 4 هفته هر هفته 1 روز به شیوه بیان خودتان گوش کنید. آیا شما از ادبیات منفعلانه واکنشی همچون ای کاش، نمیتوانم، مجبورم استفاده میکنید؟ این 3 کلمه را زیاد در زندگیتان استفاده میکنید. ای کاش، کاش که توری میبود، کاش که توری میبود، کاش که، نمیتوانم این تو کنم، نمیتوانم بیایم، نمیتوانم بخوانم، نمیتوانم، درست؟ یا مجبورم، آیا استفاده میکنید که مسئولیت اعمال و کارهای خود را به گردن اشخاص یا چیزهای دیگر بیاندازید؟ اگر به این صورت است، سعی کنید از شیوه بیان مثبت‌تر و فعالانه‌تر استفاده کنید که بیانگر توانایی شما برای انتخاب واکنش‌هایتان و ایجاد راه حل بدیل باشد. 4، چیزهایی را که در حوزه نفوذ جای می‌گیرند شناسایی کنید. خودتان ببینین چه چیزها در حوزه یا دایره نفوذتان هست. تلاش و انرژی خود را روی این دسته چیزها متمرکز نمایید و همچنان نتایج حاصل از این تغییر را
در اعمالتان بررسی کنید که ببینید چه تغییرات وانمود میشه و چه تغییرات میه. خب این بود در مورد عادت اول و تمریناتش و صحبتهای در موردش. حالا میریم روی عادت دوم. خدا خوبی کتابی است که در آخرش خلاصه هست و ایره بهتر، یعنی باعث میشه بهتر درک کنین و کسایی که جدیدن به جمع پیوستن همینجا بودن درک میکنن بهتر و خوبتر. عادت دوم، ذهنن از آخر شروع کنید. بچه ها این عادت رهبری شخصی است. وقتی به خوبی بدانید که چه چیز برای شما از همه مهمتر است، خود به خود روش کار دستتان میآید. میتوانید زندگی را روز به روز مدیریت کنید و به مهمترین امور بپردازید. این را جنابی که میگه نویسنده استفان آرکاوی. همه چیزها بچه ها دو بار خلق شدن، بار اول ذهنی سپس فیزیکی، درست همانند نقشه ساختمان. آفرینش اول در فکر نقش میبندد و سپس به واقعیت در میآید. اگر میخواهید تجارت فروش مستقیمی موفق داشته باشید، نخست هدف خود را یادداشت کنید، چک کنید، بررسی کنید چی یک طرح باشه، چی یک برنامه باشه. خواهشان به وضوح تعریف کنید، واضح تعریفش کنید. سپس با تلاش و عمل برنامه ای شما شکل فیزیکی به خود میگیرد برنامه ایتان. عادت ذهنن از پایان آغاز کردن یعنی تعریف ارزش هایی که رهنمای تصمیمات ما میشوند. ذهنن از پایان آغاز کردن تنها به معنی مشخص کردن هدف در تجارت نیست، بلکه علاوه بر آن یعنی در نظر داشتن ارزش‌ها و اصولی که رهنمای عمل ما در همه حوزه‌های زندگی است. خب درک رسالت شخصی شما. رسالت شخصی به زندگی شما معنی می‌بخشد. عادت دوم مربوط به خلق یک رسالت شخصی بر خود است، برای خود است. تعیین رسالت شخصی سرآغاز رهبری شخصی است. این رسالت اصول راهنما برای زندگی شما تعیین میکند. رسالت شخصی شما باید دو مورد اساسی زیر را در بر داشته باشد: نگرش و اصول. نگرش مربوط به تصویری است که شما از خواسته های خود دارید و اصول مربوط به نحوه عمل شما در واقعیت بخشی به آن که چطور میتونید را با واقعیت تبدیل بکنید. برای موفقیت در تجارت فروش مستقیم و زندگیتان، مؤثرترین راه برای اینکه عادت ذهنن از پایان آغاز کردن را در خود ایجاد کنید این است که یک رسالت شخصی برای خود در نظر بگیرید. تمام. تعریف و تعیین رسالت سازمانی چی میشه؟ به منظور ایجاد تعهد و وحدت یک پارچه در سازمانتان، در مجموعتان، یک رسالت سازمانی هم تعریف بکنید. تعیین رسالت یا هدف در موفقیت سازمان ها اهمیت حیاتی دارد. زمان رسالت سازمانی کارا خواهد بود که از داخل مجمع سرچشمه گرفته باشد و همه آن را پذیرفته باشند. همه افراد باید به صورت جدی و هدفمند در تحقق بخشی و رسالت گروهی مشارکت کنند. تاکید میکنم نه فقط زیر شاخه ها و بالا شاخه ها، بلکه همه افراد. فرایند مشارکت به همان اندازه نتیجه مهم است و در کاربرد اهمیت اساسی دارد. یک مثال از تعریف رسالت شخصی. هدف سازمان ما ارتقای سطح زندگی افراد از طریق فراهم نمودن فرصت‌های بیشتر و بهبود سلامت است. مثلا این مثال یک هدف رسالت شخصی میشه که حالا جالب است ما تمام کتاب‌هایی که به اصطلاح نشر رساندیم در پشت صفحه‌اش اهداف ما نوشته است که مثلا اهداف ما چی است: ایجاد تحولات و گردش مالی در دنیا، اضافه کردن یک گزینه درآمدی به زندگی مردم، کمک به سلامت و بهداشت جامعه و استفاده از محصولات با کیفیت، فرهنگ سازی استفاده از تکنولوژی، گسترش فرهنگ کتابخوانی و مطالعه که یکی از کارهایی که امشب انجام میتیم، بالا بردن سطح دانش و ایجاد ارتباطات مثبت از طریق دایر کردن جلسات هفتگی، سمینارها، برنامه‌های رسانه‌ای و برنامه‌های مفیدی دیگر، سوشیال مدیای علمی و غیره. خلاصه ما دوست پیدا می‌کنیم و به دوستانمان هم کمک می‌کنیم تا دوستایمان با دوستانشان کمک کنند. تمام. کل هدف ما و مقصد ما همیست. حالا به یک تمرین برتان بتم. تمرین. یک وضعیت را در نظر بگیرید که در آینده نزدیک با آن مواجه میشوید. اصل خلق ذهنی را در مورد آن به کار ببرید. نتایج دلخواه و اقدامات را بنویسید که برای رسیدن به آن نتایج باید انجام دهید. دو. مجموعه تهیه کنید از یادداشت‌ها
و ایده هایی که احتمالاً در نوشتن رسالت شخصی به کارتان میآیند. 3. زمان مشخص تعیین کنید که فارغ از فعالیت های روزانه روی رسالت شخصیتان حتما کار کنید. 4. اصول عادت دوم را با سازمانتان در میان بگذارید و فرایند خلق یک رسالت سازمانی را با کمک یکدیگر آغاز کنید. یک رسالت سازمانی مشترک در تیمتان که بر همو دیگر به چسبین کار کنید. تمرین: رسالت شخصی خود را بنویسید. این کار نشان دهنده ذات شخصی شما، اعتقادات و یا نظام ارزشی شماست. این رسالت باید به سوالات زیر بپردازید، یعنی سوالات زیر باید جواب بدید. 1. هدف من در زندگی چیست؟ چیز واقعا، سوال دوم، چیز واقعا برای من مهم است؟ 3. در آینده میخواهم به چه انسان تبدیل شوم؟ 4. چه کار بزرگی میخواهم انجام دهم؟ این 4 سوال رسالتتان را مشخص میکنه. اگه بشینین فکر کنین و جواب بدین. هنگام پاسخ دادن به این سوالات، برای نوشتن بینش و شناختی که از خود دارید از یک برگه کاغذ جداگانه استفاده کنید. این کار به شما کمک میکند که تعریفی روشنتری از رسالت خود را دهید. روشنتر کردن رسالت شخصی باید یک فرایند مداوم باشد، نه یک روزه و یک ثانیه، همیشه باید کار بکنید. خب عادت سوم، نخست به امور نخست بپردازید. عادت مدیریت شخصی میشه بازم بعد از اینکه به تصویر روشنی از اولویت ها، ارزش ها، اهداف و فعالیت های سطح بالای خود دست یافتید، برنامه ریزی و اجرای آنها را شروع کنید. حرف جناب استفان آرکاوی بود. وقتی نسبت به زمان و امور با رسالتمان مشخص باشد، وقت یعنی کلا مشخص باشد، می توانیم مهار آنها را به دست بیاریم یا مهارت آنها را به دست بیاریم. تیش یادشان رفته. امور با اهمیتن یا کم اهمیت، معمولا هر امور یا با اهمیتن یا کم اهمیت، یا فوریان یا غیر فوری. امور مهم در جهت تحقق رسالت ما هستند، اما امور غیر مهم خیر. ام امور فوری اضطراری هستند، اما امور غیر فوری غیر اضطراری هستند. از ترکیب این دو بود، مهم و فوری، یک چهارخانه مدیریت زمان به دست می آید. تمامی کارهای مهم ما در یک از این خانه ها جای می گیرند. با تعیین محل دقیق هر کاری یاد می گیریم که آن کار را چطور مدیریت کنیم. با تمرکز روی کارهای روبه دوم می توانیم مشکل مدیریت زمان را حل کنیم. عزیزا، یک چهارخانه مدیریت زمان را براتون نشان میدم. حالا میتونین در گوگل، یوتیوب سرچ کنین، این را پیدا میکنین عکسش. همچو یک چهارخانه است عزیزا. همچو یک چهارخانه است. شما سرچ کنین و اسم چی میشه خب؟ اینجا سرچ کنین چهارخانه مدیریت زمان. روبه یک شما ببینین، روبه مدیریت بحران میشه. یعنی مشکلات حاد در مجموعه یا شرکت، این میشه امور فوری. و حالا روبه دو میشه تمرکز مشتریابی، استفاده از اهرم در مدیریت زمان، آموزش تیم، رابطه سازی. روبه کیفیت و رهبری شخصی میشه در قطعه. و روبه دو که است، روبه ضرورت است. روبه سه اجتناب است. روبه است که باید اجتناب بکنین، ازش دوری باید بکنین. کارهای وقتگیر، ایمیل های بی اهمیت، نوتیفیکیشن های اینستاگرام و غیره. 4. روبه 4 هم اجتناب باید بکنین. جلسات غیر ضروری که نفع سازمانی برای شما ندارد. ایمیل های بی اهمیت، کارهای سرگرم کننده. بچه‌ها، روبه 1 روبه کیفیت و رهبری شخصی است. روبه 2 ضرورت است. روبه 3 ائتلاف است. روبه 4 اصلا فریب است، کلا آدم خود فریب میده. حالا در نظر بگیرین، روبه 1 کمی طرف بیایم، حالا بعدی ریسرچ کنین. روبه 1 بچه‌ها هم فوری است هم مهم. روبه 2 غیر فوری است اما مهم است. روبه 3 هم فوری است اما غیر مهم است. روبه ضرورت هم غیر مفوری است هم غیر مهم است. ایراد در نظر بگیرین. چهارخانه مدیریت زمان علایم، دلایل و راه حل های مشکلات مدیریت زمان را به ما نشان می دهد. روبه اول علایم است. روبه اول روبه کار مهم و فوری، مانند روبرو شدن با مواقع حساس یا خاموش کردن آتش در مجمع است. تمامی مشکلات مدیریت زمان به تدریج در روبه اول خود را نشان می دهند. روبه های سوم و چهارم دو روبه دلیل هستند. روبه سوم برای فروشندگان مستقیم دام خطرناک است. به نظر می رسد این امور فوری هستند، اما در واقع
این امور برای اهداف اصلی فروشندگان مستقیم موفق اهمیت زیادی ندارند. امور بی اهمیت در روبه چهارم نیز وقت شما را تلف می کند. روبه دوم روبه راه حل است. این اساس مدیریت شخصی است. در روبه دوم با اموری می پردازیم که در خدمت رسالت ما باشند. غیر از این هیچ فعالیت دیگری وجود ندارد. در این روبه کارهای در این امور زنگ آمد. غیر از این هیچ فعالیت دیگر وجود ندارد. در این روب کارهایی چون ساختن رابطه، نوشتن رسالت شخصی و برنامه ریزی بلند مدت و تمرکز بر پیشرفت مستمر جای میگیرند. ما با تغییر تمرکز از روبهای سوم و چهارم، روبهای دلایل و روب دوم که روب راه حل است، میتوانیم مشکلات مدیریت زمان را حل کنیم. با این کار میتوانیم از برخی مشکلات و بحرانها اجتناب کنیم و نیز کنترل زندگی و تجارت ما را به دست بگیریم. باید به برخی از امور و وسوسه انگیز و ظاهرا فوری نبگوییم و از انجام دادن یک سری امور لذت بخش نیز حذر کنیم، زیرا یا معمولا باید وقت ما را به امور مهم برای ساختن تجارت ما اختصاص دهیم. عزیز دل، حالا فردا تمرین از زیره میخوانیم، چون امروز تمام است. فردا دیگه باز میایم، دوباره تمرین است و این تمرینات و این خلاصه ها کمکتان میکنه که کتاب 7 عادت فروشندگان موثره همتون خوب بگیرین و خوب درکش کنین و بیاین در زندگی عملش بکنین. ممنون از اینکه بودین، ممنون از اینکه هستین. خیلی خیلی همتون دوست دارم. این ویدیو در یوتیوب گذاشته میشه، در صفحه اینستاگرام دوباره گذاشته میشه بعد همین جلسه. کامنت هایتون و نظریات و پیشنهاداتتون به خاطر بهتر شدن این برنامه ما در اونجا برین بنویسین، اونجا میمانه و حتما بقیه را هم ترغیب کنین که بیاین مطالعه بکنن. رهبران در دنیا همیشه کمن و همیشه انسانای کمی هستن که دوامدار مطالعه میکنن. خوشحالم که شما را دارم و شما عزیزایی که اینجا با هم جمع شدیم، بهترین کتابای دنیا را با هم مطالعه میکنیم. تا به حال این دومین کتاب است. ان شاء الله بعد از این در ذهنم خیلی کتابای فوق العاده دیگه است که با هم مطالعه خواهیم کرد. خدا نگهدار. شب و روزتان خوش، موفق و سرفراز باشید. یادتان نره از چیزایی که یاد میگیرین استوری بگذارین، بقیه‌رم تگ کنین و منشن کنین.